السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. به بخش ششم روز محشر خوش آمدید عزیزان من. در بخش قبلی ما گفتیم که با وصف از اینکه محشر سختی های خود داره، اما بعضی از انسان ها نظر به اعمالشان الله سبحانه و تعالی اونا را جدا میکنه از بین دیگرا و او را زیر سایه عرششان قرار میده و بعضی از مشکلات روز محشر به اونا تخفیف میاده، که در اون جمله کسانی است که اونا عدالت کردند. عدالت عزیزان صفت بزرگان است، عدالت از اخلاق حکیمان است. هر کس که به او عمل بکنه سودمندی و امنشین و توفیق یاری از او خواهد بود. در دنیا کسایی که عدالت میکنن عزیزان و بسیار درونشان آرام است، وسوسه ندارن، مشکل ندارن، جگرخونی ندارن، والله که چنین است. کسانی که در این دنیا بسیار نارام هستند به خاطر اینکه اونا عدالت نکردند. کسانی که عدالت میکنن از درون آرام هستند، مشکل ندارن. در کجا؟ در دنیا. اما در آخرت چطور است عزیز رنگیران قدر؟ منزلت اونا در آخرت خیلی بلند است. دشمنان و بدخواهانشان بسیار اندک است و دوستان محبان اینا بسیار زیاد است. اما کسی که ظلم کرده در حقیقت او صفت ابلیس داره. ابلیس خیلی ظالم است. شیاطینی که برای ابلیس کار میکنه اونا خیلی ظالم هستند. اونا وقتی که میاین در جان بدن انسان ها و اونا را اذیت میکنن خیلی ظلم میکنند. و ستمگر، پادشا یا منصبدار یا کسی که به قدرت میرسه و او ستمگری و ظلم میکنه، در حقیقت او همون صفت ابلیس داره که سرانجام از او بسیار وخیم است و پایان از او هیچ وقت اساس نداره. عزیزان من، ستمگری یادتان باشه که صاحب خود نابود میکنه، و کسی که ستمگر میشه او از پای در میآید. الله سبحانه و تعالی با عدالت و دادگری محبت داره. هر کسی که عدالت میکنه با او بسیار محبت داره. از امو خاطر عادلان و دادگران در روز قیامت از دیگران جدا میشه. رسول مبارک میگه صلی الله علیه و سلم، کسایی که عدالت میکنه یا دادگرا در نزد الله سبحانه و تعالی در منبرهای از نور در جانب راست الله سبحانه و تعالی که هر دو دست پروردگار راست هستند قرار خواهد گرفت. اونا در داوری و اهلشان وقت متولی و قرار میگیرن عدالت میکنند. یعنی وقتی که بر اریکه عدالت نشستند، بر مسند عدالت تکیه کرده اند، اونا چی میکنن؟ به خودشان، به اهلشان اونا عدالت میکنن. در داوریشان، در قضاوتشان، وقتی که در بین مردم اینا داوری میکنن خصومتگری نمیکنن، حکم به خصومتگری نمیکنن، به تعصب نمیکنن، عدالت میکنن. با خانوادهشان عدالت میکنن، با همسرشان، با فرزندشان عدالت میکنن، ستم نمیکنن. اما اونایی که در تحت سرپرستی و تکفل اونا قرار داره، یعنی اطفال، خردستان که در زیر دست پدر و مادر است، یا کسی پدر و مادر نداره برادر کلان شیره کفالت میکنه، یا کسی مدیر یک دفتر است، یا کسی رئیس است، مدیر یک شرکت است، آمر یک مکتب است، اینا عدالت میکنن در کارهایشان. پس الله سبحانه و تعالی اینا را دوست داره. بنابراین ای افراد اگر عدالت پیشه بکنن الله سبحانه و تعالی اونا را بر منبرهای از نور بالا میکنند. گروه دیگری که در روز محشر سختی های محشر به اونا آسان میشه، اونا کسان هستند که در وقت قهر و غضب، در وقت خشم، خشم خود را فرو می نشانند.
یعنی خشم که هست عزیزان گرانقدر، غضب از شیطان است، یک صفت بد است، یک صفت مذموم است و سرانجام از او بدی هست. هر وقتی که انسان خشم میکنه، غضب میکنه، سرانجام از او خیلی خطرناک است. رسول مبارک صلی الله علیه و سلم توصیه میکنه خشم نگیر. سه بار میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم. بخاطر چی؟ چون رسول الله صلی الله علیه و سلم از عاقبت خشم خبر داشتن. ما شما میبینیم که چقدر از دوستان ما از ما دور میشن به خاطر خشم ما، به خاطر غضب ما، و چقدر جانها نابود میشه به خاطر خشم، و اختلافات و درگیری ها که در بین ما شما رواج داره اکثرتی به خاطر خشم و غضب است. و دیگه هیچ تردیدی نیست که انسان خردمند و شجاع کسی است که نفس خود کنترل بکنه و به انگام خشم غضب به او تسلط نشه. یک انسان بیچاره مؤمن که از الله میترسه، او بالای غضب خود چی میکنه؟ عاقم میشه و خشم خود میخوره. باز یک دو تا جاهل بدبخت چی میگه؟ میگه ترسید، در حالی که چنین نیست. الله را دوست داره کسی که خشم خود مینشانه، غضب خود مینشانه و او بر غضب خود تسلط میکنه. او چی است؟ اللهی را دوست داره. رسول مبارک میگه صلی الله علیه وسلم، پهلوان میگه او نیست که جانب مقابل خود به زمین بزنه. پهلوان کسی است که به انگام خشم نفس خود مهار بکنه، خشم خود مهار بکنه، غضب خود مهار بکنه. بنابراین عزیزان گرانقدر، اونایی که خشم خود فرو میبرند و درون خود کنترل میکنند، الله سبحانه و تعالی در روز آخرت اونا را جزای خیر میده. رسول مبارک میگه صلی الله علیه و سلم، کسی که خشمش فرو میبره در حالی که میتونه او را به اجرا در بیاره، پروردگار در روز رستخیز در جمع تمام خلایق او را فرا میخوانه و به او اختیار میده که هر کدام از حوریان عین را که برای خود انتخاب میکنی انتخاب بکن. انشالله در مورد گروه های دیگری که در روز محشر مورد مرحمت قرار میگیرن خدمت شما عزیزان در بخش بعدی معلومات خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.